سلام بچه ها، به پلیس خودتون خوش اومده. این لبخند قبل از کار من اینه که واقعا من این بشر رو میبینم همین اولش خندم میگیره. اومدم یه ریاکت بریم به دیس بازی، اما بیف بازی خودمون که از عزیز محمدیه. یه چون خوشم اسمش میشه عزیز محمدی، خیلی خوبه. میخوام ببینیم ما هم دیگه بهش ریاکت بریم. واقعا جدی میگم هنوز ندیدم، نمیدونم داستان چیه، که بچه برام فرستاد و گفتش که برو اینو ببین فلان اینا خوبه. گفتم که نه استوب کن، اگه قراره مثلا رپ و اینجور داستان هست و خب یه رپ داره به چنل ما، بذار حتما یه ویدیو بگیرم همگی ببینیم چیه داستان دیگه. بچه‌م میگه اینا رو پس حتما برام کامنت بذارید، لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بذارید که این چیزای عجیب قرارم که راجب رپ و این داستان هست هست میذارم، بیاید ببینیم و لذت بریم. خب هم یه ذره بخندیم شاچه دیگه، بدون معطلی برو بریم. من نمیدونم چرا خیلی اصرار داشتم که ویدیو بگیریم با هم دیگه ببینیم. من خب آدم زیاد خنده ای نیستم، مثلا کلیپ های خنده دار میبینم توی این اینستا، مثلا این برون بر یه که چی مثلا مسخره بازی، یعنی چی داره چی کار میکنه فازشیه، ولی این بد سمه، بد خداست. نگاه سیسو نگاه، خیلی خوبه. یو اومدم دیست کنم چاقی، ولی تو دیس احتیاج نداری که چاقی که کلن لفظه واسه یه این رپرها خیلی زیاده که از چاقی خیلی استفاده میکنن. دلیلش رو نمیدونم چرا، ولی خب این خیلی بولدش کرد توی این موضوع. الان مثل اینکه یه فردیه که اومده میخواد یکی دیس بکنه، یه رپره. اوکی؟ یه کفگیرم سیر میشی. ایوان آره از آرایه ایهام استفاده کردین، خیلی باحال بود. فکر کنم این که میگه ایول نشسته بیشتر شبیه ریاکت کن ریاکشن کاره تا اینکه کسی که بخواد بیاد دیس بشه، دیس مقابل بشه، بشه داره لذت میبره، ریاکشن کاره. آره از آرایه ایهام استفاده کردین، خیلی باحال بود. شروع میکنم. واسه رب زحمت کشیدم نمیدم مفت، امثال تو رو میخورم و میکنم توف، شما منو ببینین که میکنین جفت، میام بالا سرتون با کلاشین کف. عذر میخوام. یعنی واقعا میخوام بدونم الان خودشم قطعا دیگه، یعنی وقتی حرف از مغز مریض میزنم، مغز مریض پوینت مثبت اینه داشته باشیم، من عاشق این طرفم، پوینت مثبته که بخوام ببینم اینا رو کجاش در میاره. واقعا آدم از کجاش میتونه این چیزا رو در بیاره، اینقدر فان باشه. کنین جفت، میام بالا سرتون با کلاشینکوف. عذر میخوام. فروش و حمل اسلحه که آزاد نیست، شما شرایط خاصی دارید که مجوز گرفتید؟ یعنی واقعا دارید کلاشینکوفو؟ نه منم واقعا ندارم که، ولی یه بخشی از شعرم که گنگش بره بالا. یعنی خداست این بشر. از این جهت که دقیقا الان توی رپای جدیدم، من توی یکی از ویدیو هم گفتم ننم چرا الان جدیدن داستانی شده، هر که میخواد رپ بکنه هی لفظ اسلحه استفاده میکنه. خدا نه اصلا مگه داری اینا رو غلاف کن. بعد این میگه که منم ندارم که، فقط میخوام گنگش بره بالا. نایس. آها گنگ، این گنگ برای من یه ذره گنگه. ادامش. زمین واسه شما گرده واسه من صافه، خوشم نمیاد کسی که حرافه، تو دوست دختره تو میبری کافه، من هر جا میرم دورم بر از دافه. ببخشید یه ذره دیرتر میرسن یا الان جایی هم رفتن همین دورو برا؟ کیا کجا رفتن؟ چی میگی؟ گفتین دورتون پر از دافه، ولی الان کسی غیر از شما اینجا حضور نداره، اونا دافا رو میگن. ببین تو خوبی؟ قربونت، یه ذره کتفم از دیروز گرفته ولی اوکیم. قشن
منه، مغزش درد میگیره، این مغزه رو باید فشار بده. خیلی این طرف که داره دیسش میکنه اصلا تو باغ نیست، اصلا تو باغ نیست، میگم ریاکشن کار اصلا به خودش هیچ نمیگیره. وقتی شما این اون پایین ما این بالا رو کوکائین داریم، از فشار به قلب و تنگ شدن و رگای خونی رنج میبریم و احتمال پارانوید و اختشاش از ذهن. چه مرگتر، یه لحظه خفش رو بذار این کوفتین رو بخونم. نمیخواستم عصبانی شید، ببخشید. فقط خفشو، فقط خفشو، خفشو، خفشو. همه رو میزنم یه تنه تو که هیچی بچه ننه، آخه خیالم راحت، کل ایران مال منه. سندی؟ وای خیلی خوب بود دیگه، الان این تیگهش خیلی خدا بود، میگه کل ایران مال منه، ولی میگه سندی کلن زدی به اسم خودت. هی میام میگن تهران مال منه، نمیدونم سهتی سهید مال منه، این خیلی خدا بود، بدکرس. خیالم راحت، کل ایران مال منه. سندی؟ منظورم اینه که وقتی میگید ایران مال منه یعنی تمام منازل و اماکن و پارک ها و خیابون ها و اتوبان ها همه شون سند دارن برای شما؟ ببین شعره، تو حالا رب پوش ندادی؟ استعاره است، کنایه است، این چیزها رو میفهمی؟ آخه من تازه رپ رو شروع کردم. بعد الان هیچی نمیدونی از رپ، چیزی هم میخوای بخونی؟ بله یه چیز کوتاه آماده کردم اگه دوست دارید بخونم. یا علی میخواد بخونه دیگه، این میخواد، این که تازه وارد شده میخواد یه چی بخونه، مثلا تازه کارا چی میخوام بخونه؟ بخون، بخون یه لفظ. یعنی خوشم میاد اولم سیس رو تغییر داد، کلا رو برداشت برگردین، یعنی قشنگ کره اینا رو میشناسه. خیلی نه اسلحه دارم نه مواد نه داف، نکردم خلاف قضیه برات شفاف شفاف. جدا میگم دیگه توقع اینو نداشتم، واقعا توقع اینو نداشتم. یهو اون اومد اول دیست کف، حالا اینو بنده خدا یه میکروفونم نده، صدا قشنگ تو حمومی داشت میومد، بعد این یهو میکروفون رو بست که صدا رو خفن شروع کرد. بفرما. نداف نکردم خلاف قضیه برات شفاف شفاف. هیچ وقتم نمیگم کشور مالمه، فاز بردارم رئیس جمهور پسر خالمه. چرا دروغ بگم، من کافیم، خوبم، همیشه هم با منطقم میخم و میکوبم. تو هم داداش اگه باشی واسه خودت کافی، لازم نیست که بخونی از چیزای اضافی. آقا بد خوب بود، یه چیزم افیدم باید عزیز جان بدیم، بد کارش خوب بود، یه هویی اصلا سجی بد خیلی خفنگ و گفت من نمیگم ایران مال منه، اینجا مال من و جانه اراده کنم دیگه، رژیم رو همشه پسر خالم. این بده خودت کافی، لازم نیست که بخونی از چیزای اضافی. ولی میفهمم اون احساس خلو و اون گشنگی روح و اون حسرت و ولو. خودت خواستی بشنوی که چجوری رپم، وگر نگرفته بودم شما رو به چی. اوشی بعد حالشو گرفت، بعد گرفت روش، وای خیلی خوب بود. یعنی اگه توی این ویدیو آدم میخواد یکی خودش مثلا بیاد اجوری دیس بکنه اینا، بعد سمیه این آدم یه کلا من تو رو گرفتم، من میخواستم دیست نکنم، تو گفتی بگو، ولی خب من هم حوالشم به چپم گرفته بودم. نایس شما رو به چپ خدا آخرش رو فوش دادی. یعنی من داره بشنی یک گوشه گریه کنه فقط چاغال. خدا چاغال بد سمی بود، این آخرش یه چاغال هم گفت، این چاغال فکر کنم مصری باشه. فکرم درد گرفت اینطوری به آن ما فکرم درد میکنه دیگه، فکر کنم برای یه هفته دیگه خندیدم دیگه، بسه دیگه تا بخوام ویدیوهای دیگه رو برم
فکر نکنم یه چیز داشته باشم، ولی دمش گرم، کارش خیلی خوبه، خیلی. یعنی واقعا من نمیدونم از کجاش در میاره، واقعا نمیدونم اینا رو چجوری داره، چی رو اوکی میکنه نمیفهمم، دست هر در نمیاره، ولی خب خیلی خفنه، من خیلی دوستش دارم، امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. اگر تو این چیزای مایای اینطوری که به موزیک و این چیزام رب داشته باشه، حتما برام کامنت کنید، برام بگید چه داستان. سعی کردم که این ویدیو رو با هم دیگه تماشا کنیم، با اینکه اون دوستمون خیلی اصرار داشت که من برام ببینم، ولی من گفتم نه، من با بچه‌ها ببینم و لذت ببرم، بعد کردم. امیدوارم که از این پارت خوشتون اومده باشه، خنده باشین، لذت برده باشین، شاد شده باشین. کامنت انرژی دارم برام بذارین، ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بزنید که ویدیو بزن حدا ببینید، لذت ببرید. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین، خدافظ.